عشق یک مرد نابینا. سلام دوستای عزیز، سلام به شما که هم اکنون ویدیوی جدید ما را از طریق کانال PLC تماشا میکنین. خوش آمدید به یک از ویدیوهای جدید ما. جدید ما را با یک داستان جالب که به نام عشق یک مرد نابینا است با هم بخوانیم. A man married a beautiful girl. He loved her very much. One day she developed a skin disease. Slowly she started to lose her beauty. It so happened that one day her husband left for a tour. While returning, he met with an accident and lost his eyesight. However, their married life continued as usual. But as days passed, she lost her beauty gradually. Blind husband did not know this, and there was not any difference in their married life. He continued to love her, and she also loved him very much. در این پاراگراف ما میخوایم که این پاراگراف خط به خط بخوانم از نو برای شما ترجمه به فارسی به زبان دری کنم. امیدوارم که بتانیم از این داستان یک نتیجه خوب یا یک درسی را بگیریم که زندگی پر از عشق و محبت داشته باشیم. A man married a beautiful girl. یک مرد با یک دختر زیبا ازدواج کردن. این جمله زمان گذشته ساده است. این فعلش است. He loved her very much. او اون دختر خیلی زیاد دوست داشت. جملهش زمان گذشته ساده اصل فعل loved است. One day she developed a skin disease. یک روز او دختر زیبا یک مریضی پوستی گرفت که خیلی پیشرفت کرد. مریضی پوستیشی developed. پیشرفت کردن اینه. روز بروز بدتر شد. پوستش خرابتر شد. جمله زمان گذشته ساده. Slowly she started to lose her beauty. آهسته یا به طور آهسته او شروع کرد به از دست دادن زیباییش. جمله دلالت بر زمان گذشته میکنه. چون داستان نویسی یا داستانگویی بیشتر از گذشته است، ما بیشتر زمانهای گذشته را یاد میگیریم و تحلیل میکنیم. It so happened that one day her husband left for a tour. ای بنابراین اتفاق افتاد یک روزی که شوهرش برای یک سفری دست جمعی یا تور برای یک مسافرت خانه را رها کرد. زمانش گذشته ساده است happened و left. While returning he met with an accident and lost his eyesight. هنگام بازگشت او به یک تصادف که اکسیدنت است برخورد یا دچار یک در یک حادثه مثلا دچار شد and lost his eyesight و دید چشمایش را از دست داد. زمانش گذشته ساده met و lost. دو تا ورب داریم که دلالت میکنه دو عمل یا دو اکشن، دو کار اتفاق افتاد. یکی met with an accident and lost his eyesight. However، این کانجکشن ماست که میگه گرچه their married life continued as usual. زندگی زناشویی آنها ادامه پیدا کرد، دوام پیدا کرد طبق معمول. همون قبلا زندگی داشتن قبل از اینکه در سفر برن. بعد از او که آمد چون این مرد در مسیر راه در حادثه روبرو شد یا اوگار شد، داغون شدن، از او خاطر چشمایش کور شد، دیگه زندگیش مثل همیشه بود. But as days passed she lost her beauty gradually. اما همین که روزها گذشت she lost، اما دختر زیبا her beauty gradually، آهسته آهسته به تدریج جمع یا گرچولی به تدریج همونطور
هر روز، هر شب و هر هفته زیباییش را از دست داد. زمان گذشته صد پست. از دیز پست. شی لاست. دو تا ورب آمده. یکی پست، دیگری شی لاست. بلایند هزبند دید نات نو دیز. شوهر نابینا یا شوهر کور اینو نمیدونید، نمیدید. امیه که خانومش زیبایی خود را به تدریج از دست میداد، میره شوهر نابینا نمیدید. And there was not any difference in their married life. هیچ تفاوتی در زندگی زناشویی اونا نبود. زیرا دختر زیبا یا زن این خانواده زیبایی خود را از دست داده بود، ولی مرد این خانواده بینایی چشمش از دست داده بود. نمیتونست ببینه که خانومش زیباست یا زیبا نیست یا مشکل پوستی چطوری شده. خب برام He continued to love her and she also loved him very much. He انمو آقا یا امو مرد این خانواده He continued to love her. او به مو عشق ورزیدن یا عاشق بودن به مو همسرش ادامه میداد یا ادامه دادن. And she also loved him very much. و همچنین ای زن مرد خود را گرچه نابینا بود چشمایش نمیدید و او را خیلی زیاد دوست داشت. پس هر دو همدیگر خیلی زیاد دوست داشتند. خب امیدوارم در این پاراگراف مطلب را گرفته باشین که شروع شد زندگی از اینا بسیار خوب بودن در ابتدا. بعدن زن خانواده مرض پوستی گرفت و مرد در سفر که رفت و برگشت در مسیر را تصادف کرد و بینایی چشم خود را از دست داد. و در حالی که دو مشکل در این خانواده وجود داشت و زندگی از اینا پا بر جا بود و همچنان همدیگر را دوست داشت از صمیم قلب. ببینیم در پاراگراف بعدی چه اتفاق میفته. امیدوارم ما را تا آخر این داستان همراهی کنیم. One day she died. Her death brought him a great sorrow. He finished all her last rites and wanted to leave that town. A man from behind called and said, Now, how will you be able to walk all alone? All these days your wife used to help you. He replied, I'm not blind. I was acting because if she knew I could see her skin condition due to a disease, it would have pained her more than her disease. Okay. One day she died. یک روز او خانومی این شخص مردن. Died. جمله ما دلالت بر زمان گذشته می کنم. One day she died. یکی ما قید زمان داره. One day she subject died. Verb ما second form. Her death brought him a great sorrow. Her death. Death که است نونه. Died. Die یا died. Verb death اسم است. Noun از زمین خانواده است. مرگ او. Her death. مرگ او brought him a great sorrow. برای اون شخص brought a great sorrow. یک غم و غصه بسیار بزرگ را برای زو به بار آورد. Brought him a great sorrow. مرگ خانومش یک غصه بسیار کلان برش به بار آورد. He finished all her last rites and wanted to leave that town. او تمام کرد یا او تمام مراسمی را تا آخر به پایان رساند. Last rites. Rites. او مراسمی خاکسپاری یا کفن و دفن و کل مراسمش را تمام کرد. And wanted to leave that town. و خواستند که اون شهر را ترک کنند. اگر از اون شهر یا خوش نمی آمد، به هر حال خواست اون شهر را ترک کند. خوی جملات ما کلن همچنان به زمان گذشته است. امیدوارم که متوجه این مسئله شده باشین. A man from behind called and said. همینطور که از شهر می رفت بیرون، یک مرد از پشت سر called. صدا کرد. Called and said. و گفتش.
Now, how will you be able to walk all alone? حالا چطوری شما قادر هستین که تمام راه را به تنهایی قدم بزنین؟ To walk all alone, به تنهایی. All days, all these days your wife used to help you. تمام این روزهایی که قبل از ترک کردنش، تمام این روزها را خانومت به شما کمک میکردن. He replied. این مرد جواب داد. He replied. I'm not blind. من که کور نیستم. I was acting. من فقط وانمود میکردم. I was acting. فیلم بازی میکردم. Acting. وانمود میکردم. Because if she knew. بخاطر که اگر او میدونست. If she knew. I could see her skin condition. اگر او میدونست که من میتونستم وضعیت پوستی را ببینم due to a disease به علت اون بیماری, it would have pained her more than her disease. این مسئله او را بیشتر رنج میداد از همون بیماری که داشتم. اوکی دوستان, امیدوارم در این قسمت داستان را گرفته باشین. در این قسمت خانم این مرد فوت میکنه و یه بعد از مراسمش میخواهیم شهر را ترک کنه, اما در حالی که شهر را ترک میکردن میتونست خودش را بره قدم بزنه, اما شخص پشت سرش صدا کرد. چطور میشه تو راه بری در حالی که روزهای قبل خانم تو را کمک میکردن؟ مرد گفت من نابینا نیستم و ما فقط وانمود میکردم که خانمم نفهمه من وضعیت پوستی را میبینم بیماریشا, از او خاطر که او بیشتر رنج نبره یا درد نکشه من خود به نابینایی زده بودم. اوکی, بیاید داستان را بخوانیم بعدا چه اتفاق میفته. عشق یک مرد نابینا. I didn't love her for her beauty alone. من, okay, let me finish. I didn't love her for her beauty alone, but I fell in love with her caring and loving nature. So I pretended to be blind. I only wanted to keep her happy. I didn't love her for her beauty alone. من نه تنها فقط به خاطر زیباییش را دوست داشتم, but I fell in love with her caring and loving nature. بلکه من عاشق طبیعت از او یا همون عشق طبیعی, همون کاراکتر یا همون شخصیتش بودم. Caring and loving nature. So I pretended to be blind. بنابراین که من فقط زیبایی او را نمیخواستم, من طبیعت او رو و یا شخصیت او رو میخواستم, بنابراین من I pretended to be blind. من وانمود کردم که من نابینا هستم. I only wanted to keep her happy. من فقط میخواستم او رو خوش نگاه کنم. در این قسمت پاراگراف کوتاه نشان میده که این شوهر این زن داره توضیح میده به این مردی که از پشت سر صدا کرده چطور میتونه راه بره, و این جواب ها و یا توضیحاتی از این شخص است. مورال از این داستان یا پند و اندرزش چی است از این داستانی که ما بسیار کوتاه بود اگرچه, ولی امیدوارم که پند و اندرزش بسیار قوی باشه برای ما. When you truly love someone, you will go to an extent to keep your loved one happy, and sometimes it is good for us to act blind and ignore one another's shortcomings in order to be happy. The beauty will fade with time, but heart and soul will always be the same. Love the person for what he she is from inside, not from outside. You may be one person to the world, but you may also be the world to one person. خب نصیحتی در قسمت آخر, نصیحت یا پند و اندرز از داستان این است
When you truly love someone, هنگام یا وقتی که شما عاشق یک کس براستی هستید، در براستی یک کس را دوست می‌دارید، you will go to an extent to keep your loved one happy. شما میرین به یک وسعت و به یک حد و اندازه که می‌خواهید امون loved one یا امون شخص عاشق خود را خوش نگاه کنید. شما عاشقش هستی و شخص را خوش نگاه کنید. یا معشوق خود را loved one، معشوق خود را خوش نگاه کنید. And sometimes it is good for us to act blind and ignore. میگه این گاه گاه خوب است برای ما که وانمود کنیم ما نابیناستیم and ignore و نادیده بگیریم one another's shortcoming و یا امون کموکاستی ها را در کل one another's shortcomings امون کموکاستی های برای مدت کوتاه که پیش می آید اونا را نادیده بگیریم. چرا؟ In order to be happy، به این منظور که ما خوش بشیم در زندگی. گاهی کمی مشکلات در خانواده بین فامیل، زن و شوهر، دوست، هر کی می آید اما اونا را بهتر است که ما نادیده بگیریم و یا عهد کنیم و نمود کنیم که ما کور هستیم تا یک زندگی خوش داشته باشیم. The beauty will fade with time. میگه زیبایی، the beauty. خب اینجا از نظر نوشتاری اشتباه شده، کپیتال نوشته شده، خاطری خیر است. The beauty will fade with time. میگه زیبایی محو میشه، کمرنگ میشه با مرور زمان. The beauty will fade. فد ورب است اینجا. کمرنگ شدن، محو شدن، ناپدید شدن. کمرنگ میشه with time، با مرور زمان. But heart and soul will always be the same. اما قلب و روح همیشه هم یکسان است. هیچ وقت قلب کمرنگ نمیشه، روح کمرنگ نمیشه. اونا همیشه در یک حالت هست. Love the person for what he she is from inside. میگه دوست بدار. اینجا جمله امریه. Love the person. دوست بدار شخص را. For what؟ برای چیزی که او مرد یا او زن از درون یا از داخل داره. Not from outside. نه اون چی که از بیرون دیده میشه. زیبایی ظاهری مهم نیست. زیبایی درونی، قلب، روح مهم است. You may be one person to the world. میگه شما ممکنه یک شخص برای دنیا باشی. درست هر کس یک شخص در دنیا هست. But you may also be the world to one person. اما شما امکان داره همچنین یک دنیا برای یک شخص باشی. این جمله بسیار وزن داره. اگر دقت کنین گفته you may be one person to the world but you may also be the world to one person. ممکنه شما یک شخص در دنیا باشید اما شما امکان داره همچنین یک دنیا برای یک شخص باشید. I hope guys you enjoyed this short story with a good moral. دوستا من امیدوارم که شما از این داستان خوشتان آمده باشه و درک کرده باشین که زندگی باید مملو از عشق و محبت باشه. زندگی باید بر اساس زیبایی های درونی باشه، قلبی باشه، روح باشه، نه فقط برای چند روزی که کسی صورت زیبا داشته باشه یا بدن خوب داشته باشه، نه از خاطر باشه که او گفته زیبایی بیرونی با مرور زمان محو میشه اما زیبایی درونی همیشه زیباست. اوکی؟ Thanks for watching. Please subscribe to our YouTube channel. دوستای عزیز تشکری میکنیم از اینکه شما همیشه کامنت های خوب و کامنت های زیبای شما ما را انرژی میده که بیشتر تلاش کنیم داستان های خوبی را تنظیم و ترکیب کنیم، ترتیب بدیم برای شما. خب this is all for today or this is all for now. I hope you enjoyed a lot. Until our next video, thank you and goodbye. تمامیش که ما داریم برای امروز همین است. امیدوارم شما لذت برده باشین. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار.